درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و تندرست باشید. امروز در استان یزد ایران امایشی برای روز جهانی پناهندگی برگزار شد. این امایش دو بخش داشت. یک بخش سخنرانی ها درباره وضعیت مهاجران در استان یزد، به خصوص مهاجران افغانستانی بود، و بخش دیگری آن نمایشگاه دستاوردها از جمله صنایع دستی مردم افغانستان مهاجر در استان یزد بود که این افراد نخبه و خبره آثار خود را آوردن در این امایش. در غرفه های جداگانه هر گروهی آثار خود را به نمایش گذاشت که برای ما واقعا نمایش این آثار جالب بود. من گزارشی تهیه کردم که شما می توانید آثار افغانستانی های مهاجر در استان یزد را ببینید که شامل آثار و صنایع دستی زنان و مردان می شود. خانم شنواری گرامی درود، امید دارم خوب تندرست باشید. کارهای دستی مردم افغانستان و بافتنی خانم ها در هر چیز برای همه کار. و آقای دکتر، این کار روی گروه گفته شده که به زبان پشتو بهش میگن عربیز، در افغانستان جایی خمیر میذاشتن تا خشک نشه. لباس های سنتی رو داریم که کارهای دست زیورالات قدیمیه، بعد همه هم بودن درست شده، چادرهای خامک، نگینی، لباس های هزارگی، همه خامک دوزی شده با دست، و همه دستمال های خامک هست که برای مراسم های عروسی، داماد، سفره، برای همه اینا استفاده میشه. بعد دیگه بهتون بگم که این هم که گلیمچه های ما میشه که ما برای سفره ازشون استفاده کردیم، ولی برای فرش هم میشه ازشون استفاده کرد که اینجا دیزاین مثل هم دیزاین نیرمان خانه های قدیمی هست که همه هم جزایی خودشون دارن. بعد دیگه بهتون بگم که بیشتر از اینها آثار هنری داشتیم. فضا اندک بوده، لباس های سنتی بیشتر، سربند های سنتی، جاجی، سفره، فرش و یه قطره از اون دریای نهایت رو فقط اینجا برام گذاشتیم. سپاسگزارم، خیلی لطف کردید از این که فرهنگ افغانستان را در ایران نگه داشتید. تمام جوانهای ما مخصوصا بفهمند که چقدر کارهای اصلی ما قدر و قیمت داره به زبان خودمون و چقدر جلوه بیشتر داره. الان من تو تفکر این اومدم که میتونیم از خامک، از شیشتار، از کارهای دستیمون توی مانتوها، روسریها، شال، سربندهای امروزی هم استفاده کنیم تا بازار جهانی داشته باشه. خانم شنواری گرامی، خواهش کنم یک چند جمله و پشتو هم بگویید. دیرم منه نه، دکتری اصلا نه، چه دیرم اشکت میرم در سوز جهانی پناهنده ده ده پشتنو، ده ازرگانو، یا ده هر زاید تاجیکو، دو طول و فرهنگ یو ده. ما سعی کردیم پدی غرفه که دو طول و یو بود، هر یو یو سیگی ده، مثلا که لباس ده دختران هزارگی و سیگی اقا مثلا ده پشتنو ده، هیس فرق نکنیم طول یو ملیتی یو افغانی. امیدواریم چه پا محبت که دزمند ده طول و زلونه لکه دزمند فرهنگ بونه یو زای و سیگی سره. سپاسگزارم. مننه ده دکتر یسنا نه، بایست افتخار ده چه دکتر یسنا ما ولیده زمنده سیگی جل و روح سیگی نور.
و قند کاغذ دست دست بارم. قربان شما. سلامت باشید. سلام احترام. سلام. این غرفه متعلق به شما هست و میشه کمی توضیح بدید چیا هست و چی؟ ما اولین تولید کننده کیف‌های سنتی و ترمه در استان یزد هستیم و همچنین بزرگترین تولید کننده کیف‌های سنتی. حدود 20 الی 30 نفر از هموطنانمون داخل کارگاه ما مشغول به کار هستن که تعداد بیشتری از اینها هم افراد معزول هستن. خب کسایی بودن که در جای دیگه نمیتونستن کار کنن. از طرفی وقتی ما کارها رو میبینیم که مغازه‌دارها یک نوع اشتغالزایی برای اون مغازه‌دارها میشه، علاوه بر اون ما حدود 50 نفر فروشنده خانم داریم. کسایی که داخل خونه هستن امکان این رو ندارن که برن بیرون یعنی کار کنن، اونها توی خونه محصولات ما رو میفروشن و ما در قبال هر محصولی که میفروشن ما بهشون پرسان میدیم. تعداد زیادی از کارها هم به کشورهای همسایه ارسال میشه، مثل ترکیه، امارات، عمان، که یک نوع ارزآوری به داخل کشور هست. ما به صورت غیر مستقیم هم با تولیدی های دیگه برای تهیه مواد اولیه کار میکنیم، مثلا تولیدی پارچه یا نخ و چیزهای دیگه که یک نوع اشتغالزایی برای اونها هم میشه. در خود هدف ما اشتغالزایی برای همه هموطنانمون و همچنین مردم ایران. شما افغانستانی هستید؟ بله بله، من افغانستانی هستم. بسیار عالی. و میشه چند کار به عنوان نمونه معرفی کنید؟ این نمونه کارهایی که میبینید از جنس مخمل هست، کیف‌های دوشی زنانه. این کیف‌ها هم که میبینید اینها نظم دهنده های رومیزی هستند که برای جای دارو، لوازم آرایش، جوراب و این چیزا استفاده میشه. اینا که میبینید سرای پیکنیکی هست که وقتی میرید مثلا پیکنیک پارک جایی جا پلاستیکی و وسایلتون رو داخلش بذارید. ما هم نظم دهنده لباس هست که میتونید داخل کمد بذارید و لباساتون رو سپاس گذارم خیلی لطف کردید. سلام احترام، خوبستین، سلامتین، بخیر هستین. میشه درباره اینا یک توضیح میروانی سید؟ خوبت چی؟ همین وسایل انواع ترمه پرشتیکه هست، سنتیکه هست، شیف ها هست. کار دوستای افغانستانی هست. من بندر سید آهود آشمی 30 سال تو کاری که همین ترمه هستیم، دکتر دوزی ترمه را ما انجام میدیم. در استانی هست، برای ویزایی، برای هاشمی، برای سولاری، برای سیمی، برای انواع دخت ترمه ما انجام میدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. کارهای همش کار خود بود. بسیار عالی، سپاس گذارم. خوشحال شدم. سلام جنابی. سلامت باشین. این غرفه مربوط شما که کردیم آقای دکتر، برای اولین بار اختراف کردیم. میز دیگه رنگش بر نمیگرده، همیشه رنگ ثابت، حتی روی آتیش، توی یخچال، سرما، گرما، رنگ همیشه به می رنگ ثابت میمانه. که ما این کار انجام دادم و به این نتیجه رسیدم. قبلا که بود میز سیاه میشد. مثلا شما اگر نگاه کنین میز قبلی که سیاه شده ما داریم،
و مثلا که رنگش ثابت برای همیشه میمانه. 5 سال من گارانتی میکنم که رنگ به هیچ نوع بر نمیگرده. این کاری که ما انجام دادیم، کاری کندکاری، قلمکاری، کلان کار خود ما هم بسیار کار دیبای ما از مو افغانستان جد ما و پدر ما و همه خانواده ما کار بس میکردن. بسیار و از آمان دریانی کاری را همه دیم چه شاگرد ما تربیت کرم و همه جایی دنیا رفته شاگرد های ما این کارایی یه که دکتر ما قربان شما. از کدام ولایتی افغانستان؟ از قندار ما. از قندار است. بسیار عالی، بسیار عالی. یعنی در یزد از همه جای افغانستان تشریف داره؟ بله بله بله، از مردم فرا، خاشرو، مردم ازارجات، ماشو، مزاری، قدسی، زیاد قنداری جماعت هم زیاد بسیار. بسیار خوشحال شدم، سپاسگزارم. بسیار کارای نفیس و عالی و زیبا هست. این غرفه کتاب نویسندگان افغانستانی است و مسئول غرفه هم آقای کاظمی است. همونجا بشینید آقای کاظمی. جناب کاظمی گرامی، درود. عرض سلام و درود به شما و بینندگان سمه شما. اون چی که شما در این غرفه میبینید، ما آثاری را داریم که از دانشجویان و نویسندگان و پژوهشگران افغانستانی هست که از آثار ادبی گرفته، تحقیقی، پژوهشی و پایان‌نامه های برتری که در دانشگاه یزد و سایر شهرهای ایران چاپ و نشر شده ما در اینجا داریم. ما به عنوان نمونه از متن تاریخی که از 200 سال پیش باشه، این کتاب شکرباغ ناطق نیلی گرفته تا آثار دانشجویانی و فعلی که در دانشگاه یزد هست در اینجا وجود داره که میتونیم از آثار شاعر جوان تماسبی خراسانی نام ببریم، همینطور کتاب از خانم مجگان برامنیش و همچنان دوستان دیگری که در اینجا وجود داره، از احمد نوید سایر کتاب تنزی هست که در این اواخر در افغانستان چاپ شده و همینطور کتاب های تحقیقی جناب محمد یعقوبی اسنا دانشجوی دوره دکتری دانشگاه یزد هست که اینا کارهای برتر است که توسط دانشجویان افغانستانی صورت گرفته و تعداد اندکشون که در اینجا در دسترس بوده در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و امید است که این بخش بتونه به عنوان نمونه و نمونه از کار ادبی و تحقیقی دانشجویان افغانستانی برای جامعه فرهنگی ایران و افغانستان مفید واقع شد. این چی رویدادی بوده امروز؟ امروز روز جهانی پناهنده هست و همین خاطر دانشجویان افغانستانی و کسایی که در افغانستان در اینجا تحصیل میکنن و کارهای خوبی را در عرصه تحقیق و کوشش انجام داده، آثارشان به همین مناسبت به نمایش گذاشته شده، این که نشانگر پیوندهای مشترک ادبی و فرهنگی در دو سرزمین باشد. سپاسگزارم جناب. اجازه است خانم؟ از این چیز از شماست؟ صحبت هم میکنید در بارش؟ کاری دست چرمی بچه های افغان چرم دستی به همه شما بسید این هم کار خود بچه ها مانتونه باز همه چیز کار تهبه داریم برای سوزندگی هم انجام دادم دستماله که ما دست همش کار دست این هم سوزندگی پارچه کار دست. بسیار عالی، سپاسگزارم. Thank you.
خطاتی از خوشنویسی خط نستعلیق رو بیم و خط معلق خدا نستعلیق رو همه میشستن در خط معلق هست که خودم کار میکنم و از خط خط نوپایی هست در ما این 22 سالی هست که ابداع شده توی انجمن خوشنویسان نیست و مثلا عجمی ابداع کنندهش بودن و اونزا من سمت تهران خطی به خود اگر ظاهرش بگم خطی که الفای قامت بلند داره یک فرمیسی خیلی جالب داره مثلا از قلم ششتان یه و برسه به یه دانگ قلم یه فراز و نشیبا اینجوری داره و کاملا هم از اصول دوازدگانه خوشمیسی پیرمی بسیار شما از افغانستان؟ بله من از افغانستان به قدر دنیا آمده ایران خواهی سالتا که پیرم مادر ما بودن از هرات است هرات اینجا هم به خاطر نمایشگاهی آره اینجا هم که به خاطر نمایشگاهی نمایشگاه است روزی پناهنده روز پناهنده بس سپاس گذار سلام باشید معرفی هم میکنید کارا را؟ معرفی هم میکنید؟ چون فیلم دیگه؟ بله بله کارای من سبک سیاه قلم هستش که تو بازوگار این کار فکری هستش و مفهومیه که زمین کار کردم و مفهومش همینه که یه جاهایی وقتی خودمون رو گم میکنیم هست خودمون رو گم میکنیم و زمین کار هم هستش میشه برم اون حالت رو به حالت نقاشی میشونم تندرست باشید سلامت از افغانستان هستید ها؟ اینجا هم به خاطر مناسبت دری هست سلامت باشید کاری شماست؟ میشه معرفی کنید؟ معرفی کنید یک دقیقه صحبت کنید این همش رنگ روغنه و کار رنگ روغنه و بوم انجام میشه 8 سال هم میکنم از افغانستان هستید؟ بله بسیار بله بسیار Thank you.